در حالی که ایالات متحده در چند روز دیگر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود، در بین رای دهندگان امسال برخی افغانها برای بار اول در انتخابات شرکت نموده و پروسه تحول سیاسی آمریکا را تجربه میکنند. یکی از باشندگان افغان در ایالت کنتیکت میگوید با عنوان محصل علوم سیاسی او به طور عملی از سیستم سیاسی آمریکا و روند رای دهی آمریکا با شرکت در انتخابات آگاه میشود. در این انتخابات که اشتراک میکنم این است که عملکرد و پالیسی های حکومت زندگی روزمره شهروندان این کشور را متاثر میسازد و من هم به حیث یک شهروند این کشور نگران هستم و از این خاطر به طرف رای صندوق میروم و به کسی رای میدهم که نگرانی های ما را مد نظر میگیرد و در حکومت آینده آن را در پالیسی های خود جا میدهد. یکی از ترجمان های سابق اردوی امریکا و اکنون باشنده منطقه فردریکسبورگ ایالت ویرجینیا چنین نظر می دهد. اسم من زیا زلن است. باشنده ایالت ویرجینیا هستم و بار اول من است که در انتخابات ایالات متحده امریکا اشتراک می کنم و اشتراک من در این انتخابات بسیار مهم است. می خواهم به کسی رای بدهم که از حقوق مهاجرین دفاع و مهاجر پذیر باشد. هر سال شمار خارجی ها که تازه تابعیت امریکا را به دست می آورند افزوده می شود. آنها امتیاز رای دهی در امریکا را به دست می آورند. یکی از این افراد که باشنده منطقه فیرفکس ایالت ویرجینیا است می گوید او بر علاوه که احساس خوشی می کند اما بیشتر احساس مسئولیت می کند و با در نظر داشته برخی موضوعات مهم انتخاباتی رای می دهد. به نظرم انتخاب امریکا من حیث مسکن دوم مخصوصا برای افغانها به دلیل قدم اول امنیت، دوم همه پذیری و سوم بازار خوب کاری بوده است. اما تحولات اخیر در امریکا نشان داد که تمام مهاجرین و اقلیت‌ها بیشتر متضرر شدند و نباید حداقل هیچ خطر امنیتی ناشی از افراطی‌گری را احساس بکنند. طبق تحقیقات مرکز پیو بیش از 23 میلیون مهاجر که حق تابعیت آمریکا را به دست آوردند امسال واجد شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 هستند که به طور تخمینی 10% رای دهندگان را تشکیل می‌دهند. اتباع جدید آمریکا که برای بار اول رای می‌دهند شامل ترجمان‌های افغان، کارمندان رستوران‌ها، معلمین و دکتران می‌شوند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.